خب خدا رو شکر که هنوز پزشک معتمد امنیه اینجا هست. بهتره در مورد چگونگی قتل با ایشون صحبتی داشته باشم. Okay, it's time to talk to the detective. Okay, it's time to talk to the doctor now. Why don't we examine the body together, doctor? I am Detective Muhammad Afshar. Who would you be? I am Detective. Okay, it's time to talk to the doctor, guys. I am Detective Muhammad Afshar. So, what's your name? Salam, جناب دکتر. من محمد افشار هستم از امنیه تهران. خسته نباشین. قتل هولاکی و شاهدش هستیم. ممنون میشم اگه برام توضیح بدید که تا الان چی داری؟ عرض ادب جناب کارآگاه. بله متاسفانه با صحنه دلخراش و آزاردهنده ای روبرو هستیم. عجیب قساوت قاتلی که قلب مقتول از سینه بیرون کشیده. من واقعا علت این خشونت رو نمیدونم. اتفاقات اخیر رشت منو حسابی شوکه کرده. Pulling out the heart with his hands. چی؟ بیرون کشیدن قلب؟ یعنی علت فوت مقتول بیرون کشیدن قلبش بوده؟ نه کارآگاه. مقتول با ضربات چاقو از پشت به قتل رسیده. نکته عجیب تر اینه که زخمای پشت کهنه ترن و نشون میده در مکان دیگه ای ضربه های اولیه وارد شده و مقتول فرار کرده. اما قاتل خودشو به اون رسونده و کارشو تموم کرده. Okay, so the act of pulling out the heart is post-mortem. Is that right? رد خون کنار جسد میتونه نشونه این باشه که ضرباتی به مقتول اصابت کرده و نهایتاً کارشو در اینجا تموم کرده. بله، دقیقاً. ضرباتی به گردن و دست اصابت کرده و همونطور که عرض کردم تا جایی که توان داشته فرار کرده و نهایتاً همینجا نقش زمین شده. البته تقریباً خون بدن مقتول طی زمان پس از قتل تموم شده و از طریق شریان‌های پاره شده خارج گردیده. جناب دکتر، مشخص هست چند ضربه چاقو به پشتش وارد شده؟ بله، متاسفانه به طرز وحشیانه نزدیک به 6 ضربه که بریدگی های عمیقی هم ایجاد کردند. این رو هم در نظر داشته باشید که بریدگی ها عمیق اما در یک راستا هستند. در واقع ضربات به صورت پی در پی وارد شده اما فرصت چرخوندن تیغه و بریدگی های عرضی وجود نداشته. تمرکزی هم در ضربات وجود داره؟ مثلا سمت راست یا چپ؟ در مورد راست دست یا چپ دست بودن قاتل میپرسید جناب افشار؟ احسن، بله، میتونه خیلی مهم باشه. تمرکز ضربات بیشتر به سمت راست هست و با توجه به بریدگی های همراستا به نظرم میشه مطمئن بود قاتل چپ دست بوده. خیلی عالی شد، این واقعا نکته مهمی بود. فقط یه سوال دیگه از خدمتتون دارم. خواهش میکنم کارآگاه، من سراپا گوشم. خوشحال میشم کمکی از دستم بر بیاد. شما لطف دارید. دکتر جان، با توجه به ضربات و شدت اونا به نظرتون مقتول چقدر از صحنه اولیه درگیری دور شده؟ خب این مسئله خیلی سخته و به عوامل متعددی مثل بنیه مقتول، میزان غافلگیری و مست یا عاقل بودن مقتول برمیگرده. بله متوجه هستم، ولی به صورت تخمینی هم برای من کفایت میکنه. یه مسیر نزدیک یا یه مسیر طولانی؟ به صورت کلی انسان در حالت ترس و حفظ جان قدرت بیشتری پیدا میکنه و این مسئله بیشتر جنبه روانشناختی داره. بله متوجه هستم. پس منظورتون اینه که یه مسیر طولانی و احتمالاً غیر قابل ردگیری، درسته؟ متاسفانه همینطوره. درسته ضربات چاقو متعدد بوده اما میزان خونی که از دست میرفته به مقتول قدرت فرار حداقل 10 دقیقه رو میداده. واقعا از توضیحات شما ممنونم. اطلاعات بسیار بسیار مناسبی به دست آوردم که امیدوارم در حل این پرونده به من کمک کنه. وقتتون رو نمیگیرم. خواهش میکنم. همصحبتی با شما باعث افتخار من هست کارآگاه افشار. با اجازه شما من به ادامه بررسی ها مشغول بشم. خواهش میکنم. ممنونم از وقتی که به من دادید. Okay, so the victim
had a very long and painful death. In other words. Yeah, unfortunately. خدای من، ممنون جناب دکتر از اطلاعات مفید و راهگشاتون. امیدوارم در ادامه بتونم به سرنخهای بیشتری دست پیدا کنم. خواهش میکنم جناب افشار، من در خدمت شما هستم. موفق باشید. And doctor, can I grab that item you have in your bag, please? Even though I don't know what that is, I still want it. باید کیف آقای دکتر باشه. به نظرم درست نیست بدون اجازه بهش دست بزنم. کمان که اصلا نیازی به خرت و پرتای داخلش ندارم. There is this very special item right inside the bag, guys. Can we talk to him again? Thank you. خدای من، ممنون جناب دکتر از اطلاعات مفید و راهگشاتون. امیدوارم در ادامه بتونم به سرنخهای بیشتری دست پیدا کنم. خواهش میکنم. Alright, guess it's not meant to be. But the business card right by the body. I need that card. خب، حالا باید برش دارم. Yeah, you people can stop me from getting those evidence items. متاسفانه خون مقتول باعث شده کاغذ بسیار آسیب پذیر بشه. نمیتونم این سرنخ رو با ریس کردن از دست بدم. بهتره با یه پنس درش بیارم. باید با دکتر صحبت کنم. Okay, so maybe that's what it is. Pair of forceps out of the bag. Even though it looked like a shovel. دکتر جان، من برای بررسی چند تا مورد مشکوک نیاز به پنس و نایلون آزمایشگاهی دارم. شما همراهتون دارید؟ بله، داخل کیف پزشکیم هست. اون طرف گذاشتمش. بدم خدمتتون؟ نه، مزاحمتون نمیشم. با اجازتون خودم برش میدارم. ممنون از لطفتون. خواهش میکنم. خوشحالم تونستم کمکی بکنم. Thank you, doctor. خدای من، ممنون جناب دکتر از اطلاعات مفید و راهگشاتون. امیدوارم در ادامه بتونم به سرنخهای بیشتری دست پیدا کنم. خواهش میکنم جناب افشار، من در خدمت شما هستم. موفق باشید. خب، حالا که با دکتر صحبت کردم میتونم پنس و نایلون های آزمایشگاهی رو بردارم. باید با دقت نمونه ها رو بردارم. Okay, we have the forceps and we have specimen bags. Very nice. Scrap that business card. بسیار خوب، باید با دقت با این پنس برگر رو از جیب مقتول در بیارم. آروم و با دقت. آها، خوب شد. الان دیگه میشه برداشتش. Okay, let's check it out. Where is it? Is that the icon? نایلون های آزمایشگاهی علاوه بر این که برای نمونه برداری مناسبن، خیلی هم جاگیر نیستن. Oh, it's still here. It's still on the ground. خب، حالا باید برش دارن. متاسفانه خون مقتول باعث شده کاغذ بسیار آسیب پذیر بشه. نمیتونم این سرنخ رو با ریس کردن از دست بدم. بهتره با یه پنس درش. Maybe now use the bag with the ID card, the business card. خب، حالا میتونم با این نایلونای آزمایشگاهی برش دارم. Okay. I thought that was done automatically, but no. یه کارت تبلیغی از یه عطاری با فاکتور پرداخت. به نظرم سرنخ بدی نیست. بهتره همراه خودم داشته باشمش. شاید بکارم. An herb shop. Where is this herb shop? We need to go there, guys. از این طرف چند تا خونه دیده میشه و انتهای کوچه‌ام که بن‌بسته. چیز خاصی به نظر نمیاد. Okay, let's go back in the direction of the hotel. Maybe we should ask for directions. هنوز بررسی صحنه جنایت رو تکمیل نکردم.
باید با دقت همه چیز رو بررسی کنم. یادداشت رو به خاطر بسپرم. مهمترین راه حل کشف علت یه جنایت بررسی صحیح صحنه جرمه. Oops. Okay, that is embarrassing. I'm supposed to be detective. We can leave the scene early. We need more clues. Any more hotspots on this screen? Can we find any? Photography from the corpse. Photographs. خب بهتره چند تا عکس از جنازه بگیرم. فقط باید فکری برای چاپ کردنشون بکنم. احتمالاً دکتر باید وسایل این کارو داشته باشه. Okay. Let's do this. Crime scene photos. Yes. Okay, right at that spot. Strange tattoos? Really? The body has tattoos on the arms. به نظرم رو بازوی این مقتول بخت برگشته چند تا رد خاص وجود داره. بهتره با دقت بیشتری بررسیشون کنم. Okay. Photograph is خالکوبی با شکل و شمایلی عجیب. اصلا برام مفهوم خاصی ندارن. ولی بهتره با یه نفر که تو این مسئله خبره صحبت کنم. بهتره سعی کنم طرحی از خالکوبی رو تو دفترچه یادداشتم داشته باشم. Okay, so notebook. Is it in my notebook automatically? Or do I need to click? I think it's in there right now. So killing the victim with many strikes and the attempt to pull out his heart, which is probably a sadistic move meant to fill the heart of the public with terror, drain all the blood out of his body, and therefore the promo card, receipt, and invoice in the victim's clothes became soaked in blood, they could tear with the slightest pressure. Had to pull them out very carefully by using special laboratory tools such as holders and nylons. It seems that they are the only reliable clues in a crime scene. They may not be useful, but I cannot judge before I examine them. Okay, any other pieces of important evidence here? I don't see any other hotspots. The blood on the walls! Is he trying to leave us a clue? It's a bloody handprint. خدای من. جنازه به طرز وحشیانه‌ای مثله شده و خونش حتی روی دیوارم جهیده. نمیدونم چه انگیزه شومی باعث این جنایت وحشتناک شده. Is that all? But that is a handprint. Look at that. It's pretty clear. Anything else? And alleyway. Let's see what this is about. تاریک بدون دید و دنج. قاتل با دقت خاصی محل جنایت رو انتخاب کرده. خب به نظرم کارم اینجا تمومه. Yes. بهتره تا دیر نشده برگردم هتل و قبل از خوابیدن رئیس تلفنی با ایشون داشته باشم. البته قبل از رفتنم باید چند نکته رو با سرباز نگهبان هماهنگ کنم. من امشب و هتل خون سفید هستم. فردا حتما سری به اداره پلیس میزنم. ممنون میشم اگه با افسر پرونده هماهنگ کنی. حتما قربان. من با افسر یعیبی هماهنگ میکنم. ممنونم سرباز. مرخصی. باید این اتفاق به رئیس دید. ناج درست در شب ورود من به رشت. چه استقبال باشکوهی. تراژدی اتفاقات دنبالدار تو این بلبشوی سیاسی حسابی اعصاب همه را به هم کنه. Okay, so that's that. Can I go to the drapery shop, maybe? No.
The White Swan Hotel. And the graphics is pretty good. I like the cutscenes graphics. به نظر میاد خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردم وارد ماجراهایی شدم که رئیس برام توضیح داده بود. بهتره حواسمو خیلی خوب جمع کنم. خیلی خیلی خوب. Yeah, the cutscene graphics are like comic book panels. So yeah, a little bit different. But at the same time, pretty stylish. Alright, talk to the receptionist. The depressing lady is gone. Where's the depressing lady? We have new customers, new patrons. سلام، وقت بخیر. ببخشید که نیامده اینقدر مزاحمتون میشم. سلام جناب کارگاه. اختیار دارید. لطف خدا بود که شما در این شب شوم اینجا بودید. تونستید قاتل رو دستگیر کنید؟ خب به این صورت که ممکن نیست، ولی بررسی های انجام دادن و امیدوارم به زودی دستگیر بشه. از اون پسرکی که خبر قتل آورد چه خبر؟ کجا رفت؟ امیدوارم به زودی موفق بشید. اون پسرکم بعد از اینکه حالش جا اومد و کمی آب قند بهش دادیم، با دو تا مأمور به امنیه رفت تا شهادتش رو ثبت کنه. خیلی عالیه، ولی غرض از مزاحمت، من باید تماس فوری با تهران بگیرم. ممکن است با تلفن چی هماهنگ کنید؟ واقعا شرمندم جناب افشار. متاسفانه دو روزه که تلفنمون قطع شده. فکر میکنم به خاطر بارون شدید چند روز پیش جعبه تقسیمش که پشت هتل آب خورده. البته هزار بار به مسئول خدمات گفتم براش حفاظ درست کنه، اما کو گوش شنوا. ای بابا، یعنی امکان درست شدنش نیست؟ ما تو رشتی متخصص داریم که اونم متاسفانه چند روز مرخصیه. انشالله فردا بر میگرد و امیدوارم بتونه درستش کنه. بسیار خوب، گویه نمیشه کاریش کرد. ممنونم از کمکتون. فعلا وقت بخیر. خواهش میکنم کارگاه، ببخشید که نشد کمکی بکنم. وقت شما هم بخیر. Okay, so that's all for us then. Can we have a good sleep now? Okay, let's go in the restaurant and take a look. آخر شب هست و به نظرم رستوران هتل تعطیل به نظر میاد. حداقل دیگه خبری از مشتری داخلش نیست. Ah, darn it, guys. So no midnight buffet. Yikes. Did we get anything to eat in that evening meal? I don't think so. We are having an empty stomach. We have nothing for dinner. Just as I was about to get a bite to eat, that witness arrived in the hotel. So I didn't even get a chance to order yet. I won't be able to sleep, everybody. Empty stomach. جنگ بین گرسنگی و خستگی یه جنگ ناعادلانه است که واقعا آدمو از پا در میاره. البته من الان غذا خوردن رو ترجیح میدم. You want to eat something first, but the restaurant is closed. I have a headache pill. You want to swallow that one? That's my whole meal for tonight. The headache pill for my migraines. Things to eat. Should I go back outside the hotel and look for a restaurant or a 24-hour fast food shop, maybe? Okay, let's just ask the receptionist. Special room service, please. دیگه صحبت کردن فایده ای نداره. بهتره خودم دست به کار بشم. بهتره برم به پشت هتل و نگاهی به این جعبه تقسیم بندازم. شاید بتونم درستش کنم. از یک کاراگاه امنیه مرکزی چیز بعید نیست. All right, really? You want me to go back outside and look for 7-Eleven?